موضوع حقابه سیستان مدت هاست که به یک بحران تبدیل شده نتیجه بحران کم آبی رود هیرمند و سرانجام مرگ طالاب هامون و انبوهی مشکلات دیگه که بر سر مردم این منطقه آوار شده برای بررسی همین موضوع دعوت کردیم از آقای نادر تیموری تا به مشکلات و موزلاتی که الان گریبانگیر مردم سیستان شده بپردازیم. با سلام به شما آقای تیموری و ممنون که محبت کردین و دعوت ما رو پذیرفتین من هم سلام دارم خدمت شما و درود میفرستم به همشهریانم در سیستان و بینندگان تلویزیون ایران آزادی درود بر شما در ابتدا میخواستیم به لحاظ مختصات و وضعیت رودخونه هیرمند و دریاچه هامون کمی برامون توضیحاتی بدین تا بینندگانم در جریان قرار بگیرن بله خواهش میکنم رودخانه هیرمند یا هلمند اسم رودیه که از ولایت هلمند افغانستان جاری شده و به دریاچه هامون که یه دریاچه مشترک بین ایران و افغانستانه میریزه رودخانه هیرمند از رودای پر آب افغانستان و آسیا به شمار میره سالیان میلیاردها متر مکعب آب توش جریان داره و طول این رودخونه 1100 کیلومتره که بلندترین رود بین سند و فرات هستش این رود از بلندی های بابا کوه بابا در چه کیلومتری غرب کابل از رشته کوه هندوکش در افغانستان سرچشمه میگیره و پس از مسافت 1100 کیلومتر وارد دریاچه هامو میشه بله اگر به سابقه تاریخی این موضوع هم که گفتین جهت آشنایی بینندگان توضیح بدین خوبه به پیش برده بحثمون کمک میکنه بله از قدیم همیشه توی مواقع بیابی اختلافات بین ایران و افغانستان تشدید میشه بله به همین خاطر طبق سابقه تاریخی که وجود داره حل و فصل این اختلافات به عده دولت انگلیس بود که طبق ماده ششم اهنامه صلح ایران و انگلیس توی سال 1875 میلادی امضا شده بود توی یکی از این اختلافات وزارت امور خارج، خارجه انگلستان با بررسی اختلاف یه رأی صادر کرد که به طور مساوی از آب هیرمند هر دو کشور بر ببرند دوباره یه اختلافی توی سال 1315 پیش اومد که بازم یک پروتکل موقتی امضا شد که هر مقدار آبی که به بند کمال خان در افغانستان برسه به صورت مساوی بین دو کشور تقسیم بشه اما کشور افغانستان روی رودخانه هیرمند شروع کرد تعداد صد زد که این باعث بی آبی هیرمند شد به نوی که در سال 1326 یه خوشتالی خیلی بزرگی تو سیستان به وجود اومد و همه مردم مجبور به کوچ کردن شدن تو اون زمان دولت ایران به سازمان ملل شکایت کرد و دولت آمریکا واسه حل اختلاف یک کمیسیون بیطرف به اسم دلتا واسه راه حل این پیشنهاد داد و موضوع رسیدگی شد همین وضعیت توی سال 1334 هم پیش اومد که اونجا دیگه سران توایف و عمد مالکان سیستانی در تلگراف خانه تحسن کردن و اعلام کردن اگه در مرکز کاری انجام نمیشه ما اهالی سیستان واسه گرفتن حقمون شخصا اقدام میکنیم که سرانجام توی 22 اسفند 1351 گزارش کمیسیون دلتا بین نخست وزیر وقت ایران و افغانستان امضا رسید و توافق شد این معاهده به وقت خودش توی سالهای بعدم باقی موند تا اواخر دهه هفتاد میلادی هفتاد خورشیدی ببخشید که دیگه اختلافی بین دولت ایران و افغانستان نبود اما تو شرایط فعلی مجدد بی آبی منجر به خوش شدن هامون شده بله و این بی آبی باعث اعتراضات مردم سیستانه بله حالا در مورد همین مورد هم بیزرمت توضیح بدین که چه عواملی باعث این فاجعه خشک شدن دریاچه هامون شده بله خواهش کنم از اواخر دهه هفتاد خوش سالی توی سیستان به دلیل سیاست های ضد مردمی و چپاولگرانی این رژیم گسترش پیدا کرد به طوری که اول میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون به طور مرتب کم شد از طرف دیگه انتقال آب هامون جهت استفاده به شهر زادان توسط خط لوله شروع شد بعدش زخیر سازی آب رودخانه به نیمه زابل به جای اینکه این آب به دریاچه هامون بریزه همچنین استفاده آب خود هامون واسه کشاورزی از عوامل اصلی خود شدن هامون هست از طرفی هم نبود یک دولت قدرتمند توی افغانستان و وجود یک دولت ضد مردمی توی ایران و عدم کنترل و رعایت قراردادها و معاداتی که روی رودخانه هیرمند در افغانستان وجود داشت سطحهای زیادی ساخته شد و این علاوه بر استفاده وسیع از پمپهای آبی بود که واسه انتقال آب هیرمند جهت کشاورزی توی افغانستان مورد استفاده قرار گرفت این عوامل منجر به خوش شدن دریاچه هامون شد که روی زندگی بیش از 400 هزار سیستانی تاثیر به شدت منفی گذاشته خوش شدن هامون منجر به نابودی محل زیست پرندگان بومی و منقرض شدن گاو سیستانی که به لحاظ شیردهی معروف بود و دهها مشکل دیگه از جمله مهاجرت گسترده مردم سیستان به مناطق شمالی و همچنین از بین رفتن صنایع دستی منطقه سیستان و مشکلات دیگه بله حالا آیا اقدامی هم برای حل این مشکل از طرف حکومت ولایت فقیه همین دولت رئیسی صورت گرفت؟ نه خیر نکته اصلی اینه که تحمل همه این سختی ها ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی همین دولت انتصابی ابراهیم رئیسیه انتظار داشتن از این دولت برای حل مشکل حقاب سیستانی خیال واهی بیشتر نیست سوالی که مطرح اینه که چرا دیپلماسی حکومت ولایت فقی اینقدر عاجزه که توان حل سیاسی و دیپلماتیک این مشکل اجتماعی رو نداره خبرگزاری حکومتی فارس توی همین رابطه در تاریخ 6 اسفند ابراهیم رئیسی رو به چالش میکشه و مینویسه که با خوش شدن جریان آب از افغانستان به سیستان در سالهای اخیر حیات انسانی و طبیعی در سیستان به طور کامل رو به زوال است. سیل مهاجرت و تخلیه منطقه سیستان بیش از بیش شدت گرفته. مشکلات و دشواری زندگی در سیستان اکنون غیر قابل تصور است. توقع داریم اقدامی عاجل و مؤثر و منتج به نتیجه عملیاتی برای پیگیری تحقق حقابه انجام دهند البته توقع از دولت رئیسی تا بال که هیچ نتیجه ای نداشته به همین دلیل مردم شهر هامون روز سهشنبه پنج اردی بهشت توی بستر خشکیده هامون تجمع کردند و نسبت به این دیپلماسی ضعیف اعتراض کردند واقعیت اینه که همانطور که حکومت مدفون سلطنت پهلوی توان حل این موزل رو نداشت هیچ وقت سلطنت ولایت فقیه هم توان این بحران رو نخواهد داشت بدون تردید با این حکومت هرگز این زخم درمان نخواهد شد و این مردم سیستان که باید همچنان در تب تشنگی بسوزند طبعا یک راه واسه درمان وجود داره و اونم سرنگونی تمام ایار این حکومته حل این بحران تنها در توان یک حکومت دموکراتیک و مردمیه که همین الان هم واسه سرنگونی این جرسومه ضد حیات و زندگی آبادی می جنگه و بیشک با همیاری مردم قهرمان پیروز خواهد شد بله. و مردم ایران و سیستان زندگی سراسر شکوفا و مسیر پیشرفت و آبادانی رو در پیش خواهند گرفت. بله. با سپاس و تشکر فراوان از شما که در این برنامه با ما همراه بودین خواهش میکنم منم تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادیم درود بر شما خدا نگهدار